دکتر حمید سجاد هستم، متخصص بیماری داخلی. تو این ویدیو میخوام درباره لیپوم های زیر پوستی صحبت کنم. اگه علاقه من هستین ادامه ویدیو رو ببینید. لیپوم ها تومور های خوشخیم بافت چربی هستن. معمولا سطح نرمی دارن، زیر دست با معاینه حرکت میکنن و بیدرد هستن. معمولا زیر پوست هستند، ولی ممکنه عمقی تر هم باشن. از نظر اندازه در اغلب موارد از 5 سانتی متر کمتر هستند. محل های شایع در قسمت پشت، بالاتنه، شانه ها و شکم هستند. ممکنه بیش از یک عدد لیپوم زیر پوستی وجود داشته باشه و علت ایجادش هم مشخص نیست. شرحال خانوادگی، چاقی و عدم تحرک از ریسک فاکتورهای ایجاد این مشکل هست. تشخیص اولیه معمولا با معاینه فیزیکی است. اگه شکی وجود داشته باشه میشه از روش‌های رادیولوژی و نمونه بافتی هم استفاده کرد. از نظر درمان میشه فقط نظارت کرد که روندش چطوری میشه و اقدامی نکرد، و یا اگه خود اون فرد تمایل به برداشتن داشته باشه میشه برداشت. بعد از برداشتن معمولا به ندرت عود میکنه، ولی اگه اتفاق بیفته باید با جراحی مجدد برش داشت. معمولا اینا باعث سرطان پوست نمیشن، ولی خب اگه از نشانه‌های اولیه سرطان باشن یه اتفاق نادری هست. از نظر آماری 2% کل مردم لیپوم زیر پوستی دارن. بیشتر در بالغین هست و در سنین 40 تا 60 سال دیده میشه و در آقایون بیشتر خانم هاست. و علاوه بر سطح پوست که اشاره کردم، ممکنه خیلی جای دیگه هم باشن، مثل داخل مغز و حتی نخاع و حتی در چشم. از نظر اینکه چقدر برداشتن اینها ضرورت داره، باید بگم خیلی کم پیش میاد که لازم باشه حتما برداشته بشن. مثل اینکه دردناک بشه یا یه اختلالی برای بیمار ایجاد کرده باشه. مثلا فردی دوست داره شلوار تنگ بپوشه، ولی این لیپوما اونقدر بزرگ شدن که مانع پوشیدن شلوار میشن. بیشتر علتهای برداشتن اینا به خاطر مسائل زیبایی هست، یا اینکه نمونه بافشناسی که اومده جوابش مشکوک به سرطان هست، که اینم خیلی خیلی کم پیش میاد. یه قانونی برای جراح‌ها وجود داره که شما هر تیکه از بدن رو که برمیدارید باید نمونهشو بفرستید با آزمایشگاه که ارزیابی بشه، که یه وقت یه مورد خطرناکی نباشه که از دستمون در رفته باشه. گاهی موقع‌ها از نظر ظاهری اصلا نمیشه یه تومور خوشخیم رو از بدخیم افتراق داد. واسه همینه که نمونه بافشناسی لازم. برداشتن لیپوم زیر پوستی هم خیلی ساده است. اون منطقه رو بی‌حس می‌کنن و با یه برش سطحی برمی‌دارن. مگر اینکه اون لیپوم عمقی باشه که جراحیش یکم وسیع‌تر و سخت‌تر است. اگه اینجا این سوال براتون پیش اومده که بعد از برداشتن آیا عود می‌کنه یا نه، باید بگم خیلی کم پیش بیاد. مگر اینکه از اون اول اون لیپوم خیلی بزرگ باشه و برداشتنش سخت باشه. در حدود 1-2% لیپوم ها رو میشه با لیپوساکشن هم برداشت، به شرطی که اون لیپوم نرم باشه و ترکیبش طوری نباشه که نشه واردش شد. بعد از برداشتن لیپوم معمولا با اسکار همراه نیست. غیر از برداشتن با تیغ جراحی تکنیک های دیگه هم هست، مثل تزریق کورتون و یه داروی به اسم فسفاتیدیلکولین که باعث آب شدن اون بافت چربی میشه. متدهای دیگه هم هست برای برداشتن لیپوم ها، مثل سوزوندن با کوتر، الکتروسرجری و برش با اولتراسونیک که یه جور استفاده از صوت هست برای برش. اما این روش های اخیری که اشاره کردم توی ایران خیلی کم پیدا میشه و روش رایج استفاده از همون تیغ جراحیه. کسانی که اون جراحی سطحی در موردشون انجام شده همون روز میتونن برن خونه و نیازی به بستری بیمارستان اصلا نیست. و بعد از جراحی بعضی از بیمارا ممکنه احساس درد و تورم و ناراحتی کنن که معمولاً بعد از چند روز رفع میشه. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین، همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنین تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرین. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم.